ملاحظه کردید بینندگان گرامی، در آستانه دومین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی شاهد تکاپوی بسیار بسیار گسترده‌ای در داخل ایران هستیم. از تشکل‌های دانشجویی که بیانیه منتشر کردن، تشکل‌های دانش آموزی، تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و زنان و همچنین فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی برای فعالیت‌های میدانی، برای شعاردهی شبانه، برای حضور گسترده و استفاده حداکثری از شبکه‌های اجتماعی و برای اعتصابات سراسری و همچنین از پرستاران، کارگران، بازنشستگان خواستند که روز یکشنبه اعتراضات خود را بسیار گسترده‌تر برگزار بکنند. از فراخوان خانواده‌های دادخواه گفتیم به مناسبت فرارسیدن دومین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی برای 25 یک شنبه اعلام اعتصاب در کردستان کردند و همچنین فراخوان انجمنها و نهادهای کردستان و در ادامه گفتیم از فراخوان به اعتصابات سراسری توسط 6 حزب سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی، حزب کمونیست کارگری ایران، کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، پژاک، حزب حیات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان. با ما همراه باشید بینندگان گرامی، در همین رابطه گفتگو خواهیم کرد با حسن رحمان پناه، جانشین دبیر اول کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و نسان نودینیان، کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم به هر دوی شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید. حسن رحمان پناه، از شما شروع میکنم. در رابطه با اعتصاباتی که فراخوان داده شده از شما میشنویم، این فراخوان ها در حال حاضر چه تأثیری میتونه در فضای سیاسی کل کشور بذاره و چه در واقع فشاری میتونه روی جمهوری اسلامی وارد بکنه؟ من هم به شما، به همکارانتون، به نسان نودینیان و به همه شنوندگان و بینندگان کانال جدید عرض سلام دارم. حقیقتش اینه که 25 یعنی روز یک شنبه دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و در عین حال شروع اولین انقلاب نوین ایران یا انقلاب زن زندگی آزادی است. در این رابطه و در طی 2 سال گذشته به نظر من این انقلاب و این مبارزه که میشه گفت در حیات جمهوری اسلامی بزرگترین حرکت اجتماعی، بزرگترین حرکت رادیکال و در عین حال متحدانه ترین حرکتی بوده با شعار بویژه، یه شعار خیلی مهم که در سطح جهان مطرح شد، شعار زن زندگی آزادی، کماکان ادامه داشته. البته این انقلاب بر بستر اعتراضات و مبارزات سالهای قبل 96، 98، سال 1400 و کل رویدادهایی که در واقع جمهوری اسلامی و با یه بنبست عملی روبرو کرده همراه بوده. مضافه این که جرقه این انقلاب در کردستان انقلابی زده شد، در جامعه ای که حزبیت یافته است، در جامعه ای که چپ و سوسیالیست و کمونیست ها از اعتبار اجتماعی مهمی برخوردار هستند و در این جامعه اعتبار دارن. بنابراین به این اعتبار و به اعتبار بحران های عظیمی که جمهوری اسلامی به هر لحاظ در جیر اون هست و با سیاست سرکوب و توحش اسلامی که بیانگر تاریخ این رژیمه، این انقلاب ادامه داره و این روز مهمیه. همچنان که خودتونم اشاره کردید، در 2 سطح میشه به فراخوان ها اشاره کرد. بخشی فراخوان هایی که در داخل جامعه توسط نهادهای دموکراتیک، نهادهای مردمی، نهادهای خود ساخته توسط مبارزین، خانواده های جانباختگان، فعالین کارگری، فعالین مدنی، دانشجویی و به ویژه زنان ایجاد شده و بخش دیگر سازمان ها و احزاب سیاسی است که به ویژه جریاناتی که در کردستان هستند، در خارج کردستان احزاب سراسری وجود دارند، همه اینا فراخوان دادند. یعنی در واقع میشه گفت
شاید به این معنا اول بار باشه که هم احزاب سیاسی و هم نهادهای مدنی و دموکراتیک بر سر یه امر واحدی به توافق میرسن و این دو همکاری و همبستگی به نظر من تأثیر ویژه‌ای بر روز یکشنبه خواهد داشت و من امیدوارم و شک هم ندارم که در این روز به ویژه مردم کردستان به این فراخوان‌ها جواب مثبت خواهند داد و بار دیگر زنده بودن انقلاب زن زندگی رو نشان خواهیم داد و بار دیگر نشان خواهند داد که جمهوری اسلامی در جامعه ایران پایگاهی نداره. مردم این رژیم سرکوبگر و فاشیست رو نمیخوان و هرچی هست با زور سرکوب، با زور سرنیزه و با زندان و با کشتار داره به جنایتش و به حاکمیت سرکوبگرانه خودش ادامه میده. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. نسان نودینیان، از شما میشنویم چنین فراخوان‌هایی به این گستردگی و به طور مشخص احزاب سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه در فضای سیاسی داشته باشه و توازن قوا رو چقدر میتونه تغییر بده به نفع جنبش سرنگونی و به نفع انقلاب زن زندگی آزادی؟ بله، منم به سهم خودم خدمت شما حسن رحمان پناه و بینندگان گرامی سلام عرض می کنم. خسته نباشید. قطعا این فراخوان ها و بیانیه هایی که در داخل و خارج از ایران هم منتشر شده، حمایت های وسیعی که در دو بخش ایران و خارج داره میشه و تظاهرات های وسیعی که انجام میگیره، هر باره در تناسب قوا، در روحیات اعتراضی مردم و اعتماد مردم به خودشون و اقداماتی که در چند دهه گذشته به ویژه از انقلاب زن زندگی آزادی به این بعد انجام دادن، اعتمادشون بیشتر میشه و این رویه‌ای که الان در شهرهای ایران و در کردستان برای فراخوان به اعتصاب داره شکل میگیره، به نظر من روش کاملا نوینیه و این میتونه کل ساختار اعتراضی جامعه را تغییر بده و خود اینکه نهادهای مختلف به اسلام مدنی، دموکراتیک، شخصیت‌های اجتماعی، کارگران، زنان که شما تعداد زیادی از این بیانیه‌ها و فراخوان‌ها را منعکس کردی، خود این یه نیروی اجتماعی بسیار قدرتمند و در عین حال به نظر من متشکل اجتماعیه و اتفاقی که داره میفته اینه که این نیروها میتونن آینده سیاسی همکنون اعتراضات کل جامعه را به خوبی هدایت بکنن و ما البته در دو سال گذشته شاهد اعتصابات بسیار قدرتمند و خوبی با شرکت میلیون ها نفر از مردم در کردستان بودیم که خود این اعتصابات دو سال گذشته تأثیرات بسیار بسیار خوب و معینی بر روحیه اعتراضات داشته و یکی از این فاکتوری که ما میگیم تجارب و دستاوردهای انقلاب یا خیزش مردمی زن زندگی آزادی ادامه داره در اشکال اجتماعی است که امروز ما میبینیم و بیانیه‌هایی که منتشر میشه و اقدامات پیشرو و کاملا پیشرو و به اصطلاح رو به جلویی که نهادهای مختلف داخل ایران انجام میدن، تمام اینا به نظر من روحیات جامعه را تغییر داده و فاکتور مهمیه در ادامه تجارب و دستاوردهای خیزش مردمی زن زندگی آزادی. خیلی متشکرم نسان نودینیان از توضیحاتی که دادید. من برمیگردم به حسن رحمان پناه. شما در صحبت هاتون اشاره کردید که قطعا این اعتصابات به وقوع خواهد پیوست و دقیقا یکی از وحشت های جمهوری اسلامی هم همین هست. در این در واقع فراخوان ها اشاره شده که دیگر شهرهای سراسر کشور هم به حمایت از اعتصاب کردستان دست از کار بکشن. اینجا میخوایم در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم. خب کردستان ید طولایی در اعتصابات سراسری داره و من هم با شما موافق هستم که
احتمال بسیار زیادی هست که 25 شهریور 1403 یک شنبه این اعتصابات شکل بگیره، مثل فراخوان‌هایی که قبلا هم داده شده. چقدر حائز اهمیت هست که در شهرهای دیگر، در مناطق دیگر از ایران که کانون‌های داغ انقلاب زن زندگی آزادی بوده و همچنان هستند، در مناطق دیگری که تاثیرگذار هستند هم در حمایت از این فراخوان‌ها و همگام با کردستان اعتصابات شکل بگیره؟ به نظر من بسیار بسیار مهمه، به این لحاظ که بخشی از این تبلیغات جمهوری اسلامی و خونسا میکنه که این اعتصابات در کردستان و فقط احزاب و سازمان‌های سیاسی دارن راه می اندازن و این اعتصابات از خارج مرزها هست، این دروغو برملا میکنه و نشون میده که این اعتراضات و اعتصابات در عمق جامعه کردستان، در میان توده های ستم دیده، در میان مردمی که 45 سال از به جمهوری اسلامی نگفتن و از همون رفراندوم اولیه آونا جواب رد به سینه جمهوری اسلامی زدن، و این نشون میده و نشون میده که این جامعه سیاسیه و این جامعه جامعه تحزبی یافته ای هم هست. احزاب هم هر قدرم تحت فشار باشن توسط جمهوری اسلامی که این روزها هستن، باعث نمیشه که مردم شکافی میان این هدفی که خودشون داشتن، اقدامی که طی سالهای اخیر در تقویت احزاب نشون دادن، این شکافی ایجاد بشه و این به این لحاظ بسیار مهمه. و یه جنبه دیگر مهمه که اونم اینه که همبستگی مبارزاتی مردم کردستان و مردم ایرانه. بارها همه احزاب چپ، احزاب کمونیست، احزاب سیاسی و حتی احزاب دیگرم تأکید کردن که کردستان، مبارزات مردم کردستان بخشی از این مبارزاتیه که در ایران داره انجام میگیره. ما بارها گفتیم که کردستان به تنهایی نمیتونه تکلیف نهایی قدرت سیاسی رو در ایران تعیین کنه. کردستان نمیتونه که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و ما در کردستان نمیتونیم جنگ ماندن و نماندن رو با جمهوری اسلامی به پیش ببریم. و کردستان به عنوان بخش پیشتاز، بخش مبارز، بخش تسلیم ناپذیر با الگوهایی که طی این 45 سال از خودش نشون داده میتونه راهنما باشه، میتونه راهگشا باشه و این همبستگی مهمه. تکلیف قدرت سیاسی در خارج کردستان، در تهران و در شهرهای بزرگ انجام میگیره. بنابراین ما امیدواریم و در همون اطلاعیه‌ای هم که سازمان کردستان حزب کمونیست ایران منتشر کرده، بند دومش فراخوان به مردم ایرانه، درخواست از مردم ایرانه. در این برهه مهم از مبارزه که میان مردم کردستان، مردم ایران در جریانه و به ویژه در 25 شهریور که سال روز قتل حکومتی ژینا و ستارت زدن انقلاب زن زندگی آزادی کردستان رو تنها نذارن. همچنان که شما هم اشاره کردیم، ما در طی همون انقلاب ژینا شاهد بودیم که نزدیک به 600 نفر جانشون رو باختن. از این 600 نفر حدود 140-150 نفر از کردستانن، بقیه شهرها و استانها و به ویژه در سیستان و بلوچستان و مناطق دیگر ایران هستن. بنابراین مردم ایران یه مردم همبسته هستن و بایستی باشن. اگر جمهوری اسلامی قصد داره به بهانه مذهبی، به بهانه ملی، به بهانه های مختلف دیگر در میان مردم تفرقه بیندازه و حاکمیت کنه، ما بایستی نشان بدیم که متحدیم و مردم ایران نشان بدن که اگر میگیم و خودشون هم بعد روز گفتن ایران و سراسر کردستان میکنیم، کردستان سنگر انقلاب ایران، بایستی در این روز به کمک و همیاری مردم کردستان بشتابن و این بی تردید تأثیر بسزایی در تقویت انقلاب ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد داشت. خیلی متشکرم از شما نسان نودینیان. نظر شما رو میشنویم در رابطه با اعتصاب در کردستان در 25 و ضرورت حمایت در سراسر کشور از این اعتصابات، چنانچه در فراخوان‌هایی که منتشر شده هم به این اشاره شده. بله، قطعا ما هم در فراخوانی که دادیم به این اشاره کردیم و مطمئنیم که اعتصاباتی که در کردستان بوده و اعتصاب عمومی 25 شهریور که مورد استقبال قرار میگیره، نظر مردم
ایران را جلب میکنه و به ویژه الان که در سطح سراسری ایران در مراکز صنعتی در میان بازنشستگان و پرستاران دانشجوها اعتراضات وسیع میدانی الان ما شاهدیم، پرستاران رو شاهدیم که نزدیک به 3 ماه اعتراضات کوبنده‌ای و در کف خیابان انجام میدن و نظر جهانیان رو جلب کرده، اعتصاباتی که در مراکز صنعتی نفت و جاهای دیگر هم اکنون هست و اعتراضات بازنشستگان. در اعتراضات بازنشستگان یکی از شعارهای اصلی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی شریفه محمدیه، شریفه محمدی کارگریه که به اصطلاح به اعدام محکوم شده. تمام اینا نشون میده که اعتراضاتی که در حال انجام هست شکل سراسری داره و خصوصیات و شعار و بنرهایی که حمل میشه به شکل سراسریه و یکی از به نظر من دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی از 1401 به بعد همبستگی کاملا انسانی اعتراضی و اجتماعی که در میان بخش‌های مختلف جامعه شکل گرفته و مرتبا تقویت شده این همبستگی. خب اعتصاباتی که در کردستان در 25 شهریور انجام میشه، ما توقع داریم در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مناطق لرستان، کرمانشاه و جاهای دیگر حتما استقبال بکنن، به شکل سمبولیک هم بوده مغازه ها را تعطیل بکنن، هر جا میتونن دست از کار بکشن و اعلام بکنن ما در حمایت از اعتصاب عمومی کردستان 25 شهریور دومین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی دست از کار میکشیم، اعتصاب میکنیم و اینا به نظر من در ظرفیت و توانایی مردم در سطح سراسری کاملا موجوده و عملی هم هست، چون همین الان ما در کف خیابون این اعتراضات رو شاهدیم. در نتیجه فراخوانی که ما دادیم بر بستر این اوضاعی که اعتراض در جامعه در سطح سراسری وجود داره و دستاوردی که خود این انقلاب زن زندگی آزادی به ما داده، دستاورد پایداری این همبستگی و اتحادی که در سطح سراسری است، این فراخوان به نظر من میتونه به شکل مطلوبی عملی و مورد استقبال قرار بده. خیلی متشکرم از هر دوی شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید حضور یافتید. حسن رحمان پناه، جانشین دبیر اول کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، و نسان نودینیان از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران، به امید یک اعتصاب بسیار موفق و سراسری. خسته نباشید.